اون پدر مادری که نمیدونن که بچهشون به آزادی عمل بیش از هر چیزی نیاز داره و اونها برای بچه از خردسالی برنامه ریزی میکنن هر ساعت برنامه او رو با یه چیزی پر میکنن اینها هیچ از کودک نمیدونن هیچ از شناسی کودک نمیدونن چرا که حتی اگر به واکنش های کودک نسبت به این برنامه ها نگاه بکنن میبینن که این واکنش ها واکنش های منفی است اون نمیخواد سر کلاس های مختلف زبان سر کلاس های مختلف موسیقی سر کلاس های مختلف نمیدونم یوگا شنا هر کلاسی قابل تصوری رو بره و به زور اونها میره یعنی اونا زور رو با مهربانی با هم عجین کردن و کودک رو در یک قفسی از مهربانی و کنترل گرفتار کردن و میکشن به هر سمتی که دلشون میخواد در حالی که نیاز کودک اصلا اینها نیست حتی در مواردی که به ظاهر ممکنه اون کلاس ها اون برنامه ها برای کودک مفید باشه در عمل از تجربه مستقل کودک جلوگیری میکنه و در اون خطشه ایجاد میکنه تو یک از مدرسه ها یه بچه آمده بود که این در مسابقات سنگ نوردی و آموزش سنگ نوردی رتبه بالایی داشت و بعد این آمده بود مدرسه بچه چای دیگه از درخت بالا می رفتن این هم از درخت بالا رفته بود اون بچه ها بچه هایی بودن که مدت طولانی تو مدرسه بودن من می دیدم که اینا پاشن رو هر شاخهی که می خواهم بذارن اول شاخه رو تست میکنن ببینن این شاخه برای رفت بالا رفتن اونا مناسب یا نه تا اونجایی از درخت بالا میرن که توان بالا رفتن دارن و میدونن که از عهده پایین آمدنش بر میان ولی وضعیت این پسر عجیب بود یک وضعیت مزهک این میخواست به همه نمایش بده که من از همه شما بهتر بلدم از درخت برم بالا اصلا ملاحظه این که اون شاخه زیرپاش چه استحکامی داره رو نمیکرد چرا؟ برای که در سالن بدنسازی چیزهایی که به دیوار نصب کردن از استحکام کافی برخورداره و به او یک, یک نوع شجاعت ساختگی میده که او میتونه تا تو هر جا که دلش میخواد بره بالا اما در طبیعت این شجاعت ساختگی به هیچ وجه کارایی نداره تو پات روی شاخه نازک میذاری و شاخه زیر پای تو میشکنه و تو از درخت پرت میشی و معلوم نیست چه به سرت بیاد و من بارها و بارها دیدم که این بچه به یه جاهایی از درخت داره میره که هر آن احتمال افتادنش و تسیلگران مجبور میشن که برن او رو از این کار باز بدارن یعنی حتی اون نوع کلاس ها اون نوع آموزش هایی که به ظاهر میتونه بچه ها رو توانا کنه هیچ کدامشون در ردیف تجربه های فردی و شخصی کودک نیستند